اول برنامه از وصیت‌نامه جنجالی پرفسور ریچارد نلسون فرای، استاد دانشگاه هاروارد در زمینه ایران شناسی صحبت کردیم و اینکه او با توافق قبلی با یکی از آیت الله های ایران به نام موسوی بجنوردی قرار گذاشته بود که پس از مرگش جسدش در کنار زایندرود و مجاور قبر آرتور پوپ استاد خودش دفن بشه. استاندار وقت اصفهان هم با این درخواست موافقت کرده بود. پروفسور ریچارد نلسون فرای به ایران عشق می‌ورزید و علاوه بر چاپ چند کتاب درباره ایران، بیش از 70 سال از عمرش رو صرف مطالعات تاریخ و فرهنگ ایران کرد و موفق شد بخش مطالعات ایران رو در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا فراهم بکنه. او همیشه از خودش با عنوان یک ایرانی نام می‌برد. او در زمان حیاتش در سال 1389 در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به ایران سفر کرد و احمدی نژاد یک منزل زیبای تاریخی را در اصفهان به او هدیه کرد و از او خواست که دوران حیاتش را هم در ایران و در شهر مورد علاقش اصفهان به سر ببره. سالها است که خود را یک ایرانی میپندارم. برای اینکه این نقطه را ثابت کرده باشم، به فکرم رسیده که درخواست کنم پیکار من از مرگم در کنار زایندرو، شهر زیبا و تاریک اصفهان، نصف جهان، در جوار آرامگاه پروفسور آرتور مپن پوپ به حق سپرده شود. البته رئیس جمهور هم موقعی که پشت تریبون رفت، ایران دوستی این ایران شناس آمریکایی را اینگونه پاسخ داد: آقای دکتر، آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران میخوایم، بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه، هر مقداری رو که بخواید در اونجا در خدمتتون هستید. پروفسور فرای در اواخر ماه مارس در سن 94 سالگی درگذشت، اما ارسال جسد او به ایران با مشکل مواجه شده. کسی که علی اکبر دهخدا از او به عنوان یک ایران دوست واقعی نام برده، از سوی محافظه‌کارها جاسوس خوانده شده. طی تظاهرات نمایشی و با به دست گرفتن پلاکاردهایی از دولت خواستند که از دفن جسد او در ایران امتناع کنه. جسد او در حال حاضر در سردخانه بیمارستانی در بوستون نگهداری میشه. سرنوشت او که خودش رو یک ایران دوست میدونست در ابهام قرار داره. همسر ایرانی ریچارد فرای اتهام همکاری او با سازمان سیا رو به شدت رد کرده و اون رو مضحک لقب داده. معترضین با حمله به آرامگاه دو آمریکایی که در کنار زایندرود دفن شدند، با نوشتن شعار بر در و دیوار ورود جسد فرای به ایران را ممنوع اعلام کردند. هنوز دولت روحانی و وزارت امور خارجه ایران موضع خودشون را اعلام نکردند. برخی از کشورهای اطراف ایران از جمله تاجیکستان اعلام کردند که با افتخار حاضر به پذیرفتن پیکر آقای فرای هستند.